ولی طراحی دشمن خیلی قشنگ بوده. یعنی از این بابت من علمی برخورد میکنم به موضوع، میگم خب فکر کردم. اظهارات فریدون عباسی نماینده مجلس درباره حادثه نطنز که اون رو خیلی قشنگ دونسته بازتاب زیادی داشت. فریدون عباسی از بهمن 89 تا مرداد 92 در دولت احمدی نژاد رئیس سازمان انرژی اتمی بود. اون در سالهای اخیر بارها اظهارات پرحاشیه‌ای در خصوص مسائل هسته‌ای مطرح کرده. مثلا در زمان ریاستش بر انرژی اتمی گفته بود ایران برای گمراه کردن جاسوسا اطلاعات غلط به آژانس میداده. عباسی که حالا نماینده مجلس، پیشنهاد داده بود نهادهای امنیتی مکالمات نماینده ها رو شنود کنن. عباسی بعد از ترور محسن فخری زاده ادعا کرده که این دانشمند هسته‌ای رو اون جذب کرده بود. اون که از دوره ریاستش بر انرژی اتمی با توصیفات خارق‌العاده یاد میکنه، اخیراً هم ادعای عجیبی مطرح کرد. عباسی مدعی شده در مذاکرات جلیلی طرف مقابل حاضر شده بود تحریم بانک مرکزی رو برداره. اون هم در مقابل محدودیتی که به گفته اون ایران به اون نیازی نداشته. چون مذاکره ما نمیخواستیم با شعار پیش ببریم و ما رسیده بودیم در این که ببینید ارزش کارو که یک زنجیره غنی‌سازی 20% این که نمیخواستیم تو نطنز خاموش کنیم، تحریم بانک مرکزی رو برداریم، یک زنجیره، نه اینکه غنی‌سازی 20% تعطیل کنیم. جدی شده؟ یعنی الان مردم میتونن مطالبه بکنن آقای دکتر؟ این تحریم بانک مرکزی دلار رو به شدت افزایش داد، مردم رو تحت فشار قرار داد. ادعای مذکور البته بدون سنده و به قدری عجیبه که مجری صدا و سیما رو هم به تعجب واداشت. اما اگه واقعا چنین پیشنهادی وجود داشته، بد نیست مسئولان وقت پاسخ بدن چرا اون رو نپذیرفتن و با چه استدلالی حاضر شدن مردم این همه مشکل معیشتی رو تحمل کنند.